زینب کبری و حضرت معصومه سایر شهدای کربلا کاروان امام حسین را همراه کنیم با ذکر صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب قرآن ظاهری داره و بطونی داره. بطونش بی نهایته، ظاهرش هم که ظاهره. یه روایت خیلی ظریفی هست که میخونه القرآن تقریعا کل و باطنه تقریبا، که قرآن همش انتقاله یا سانسوره. جنبه جلالی داره، یکم روی طرف حمله است، غضب هست، منع هست. روایت با این ابعاد شروع میکنه و این میگه باطنش تقریبه، نزدیکی به خدا، انس، رفت، رحمت، محبت، ولی باطنش این ابعاد جمالی رو داره نه ظاهرش. ولی لذا اگر شما اکتفا کنید به ظاهر قرآن و سیر باطنی نکنید، دسترسی به اون ابعاد جمالی پیدا نمیشه. و اگر اکتفا کنید فقط به ظاهر، این خطراتی پیش میاد که حالا کم کم اینا رو اشاره میکنیم، ولی هم اسلام رو محدود میکنید، خود رو محدود میکنید و ظاهر میکنید. حالا رسیدم به این باطن، خب لیاقت میخواد، کوشش میخواد، سعی میخواد، زحمت، بردباری. ولی اصل و لب و مغز دین بالاخره باطنشه. ظاهر فقط یک راهیه به اون باطن و بخاطر همین ظاهر مهمه. ولی اکتفا کردن به ظاهر بدون رسیدن به باطن، نه، این ناقصه و خطراتی داره. این سیر و سلوک که عرفا صحبت میکنن که آدم باید سیر و سلوک کنه به بطون قرآن، این ارزش داره. باید بچشه باطن قرآن رو، ببینه باطن قرآن رو، نه فقط اکتفا کنه به اون ظاهر منهای باطن. عنده علم غیب فهو یرا، کسی علم غیب داره، ما برای دیده چشیده، فهو یرا، تا صدق بکنه به عنوان بیننده. یعنی اونهایی که ما برای اصلا نچشیدن بیننده صدق نمیشن. و فی انفسکم افلا تبصرون، تو نفستون، نفس ما برای، نفس حقیقت ما برایه، مادی که نیست. میگه و تو نفستون آیا نمی بینید؟ ببینید دعوت ها همه برای دیدن، چشیدن ماوراست، برای چشیدن باطنه، نه اکتفا فقط به ظاهر. از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و احوالی، روایت مهمیست. حضرت رسول این روایت بهشون منصوب است که شریعت اقوال منه،
رحمت این حرام هست، این واجب است. طریقت افعال منه، این باید یک افعالی باشه که خارج از حیطه حلال و حرام باشه. این افعال، این مکارم و اخلاق بزرگان گفتن، این طریقت همینه. میخواد شما مکارم و اخلاق رو رسوخ بدید به نفستون، کینه نداشته باشید، عصبانی نشید. کینه داشتن حرام نیست، ولی آلودت میکنه، ولی حرام نیست. اون آلودگی شاید به یک حد نصابی برسه که دیگه شما رو باید واگذار کنه کارهای شرعی هم حرام انجام بدید. بزن اهمیت داره طریقت. یه نفر کار بدی کرد به شما، واقعا ظالم اون بود، تو ببخش. ولو اون عذرخواهی نکرد و تو ببخش، نبخشی آلوده کردی خودتو. این طریقته. حرام نیست، چوب نمیخوری. بعضی من گفتن آقا یکم بشیر باش، هی داری نزیر میدی، هی داری انذار میدی، یکم حالا بشیر بهش. چوب نمیخوری، نگران اون نباش. اون بهشت حوری و کاخ و غذاهای خوشمزه هم که آرزو داشتن بهت میدن، اونم نگران نباش. اینه همینه، بی حد عقلی بهش. یک کتابی یه بار با یه دوستان بودم شما تو کتاب خونش، کتاب کبیر آقای شریعتی بود. من فقط 50 صفحه رو خوندم. آیا نقطه های خوبی داشت؟ تا خوبیشون جامعه شناس بود بیشتر. من شاید نمیدون به ایراد ها که من ایراد دارم، این اشکال نداره. من خیلی من پر زحمت کشم. اون کتابه آره، اون 50 صفحه اول خیلی با یک ذوق عرفانی حرفای درست میزد. بسته اینقدر آدم دنبال اون حوری و کاخ و اینا یعنی چی؟ بسته این فرق مؤمن به کافر چیه؟ این تو این دنیا دنبالشه یا رو بونم میخواد مؤمنم تو اون دنیا دنبالشه؟ ببینید این حرف های ظریفی داره، مبنا هم داره این حرف. آدم باید اتباع نکنه اون حد اقل بهش، به اقل بالاتر آدم داره. برون به تعالا بیم بالا ببینید، همان بچشید. مکارم و اخلاق. به یه نفر قرض دادی پول، بید پس نداد، اینو ببخش. حالا دفعه بعد نخواستی بدیم کنه، حالا مربوط به خودتون هست، ولی اینقدر بزرگ نکنید مطلب. یه نفر تو خانواده کار بدی کرد، به شما صله رحم رو حفظ کنید. تقصیر اونا هم هست، شما به یه جلو خودتون رو خار کنید، اشکال نداره. مکارمون اخلاق داشته باشید. حضرت رسول با اون عرب ها زمان خیلی خودش رو بود پایین. حالا ما یکم خودمون رو بیاریم پایین، چه اشکال داره؟ مکارم و اخلاق و انجامه داری آلوده میکنی خودت رو. نمیسوزی، نگران نباش، نمیدازن تو آن، نگران اون نباشی. ولی این باید آلوده میکنید خودتون رو. اگر به یه حد حسابی برسه، بعد شاید شما باعث بشه یه هم کارهای شرعی هم، محرمات شرعی هم انجام بیدید. اصل اینه. والحقیقت و احوالی، حضرت رسول گفت. حقیقتم، لب دین، هدف دین، احوالات منه. ما میتونیم اون احوالات ایشون رو داشته باشیم. ایشون معراج کرد، سیر کرد، دید فرشته ها رو، میشنید. ما میتونیم. قرآن دعوت میکنه. میگه ان الذین قالوا ربنا الله، اونایی که میگن رب ما خداست. عقاید درجات داره. ثم استقامو، بعد استقامت هم حفظ میکنن، استقامت عمل،
عمل در انجام داره. کسی که این دوتا رو داشته باشه هرچی بیشتر بهتر، تتنزل و علیهم الملائکه، ملائکه نزول میکنن براش. این برای همه است، اینا تجویزات قرآنیه. تو چقدر میخوای مثل حیوان زندگی کنی؟ بسه. من یه خاله بزرگی داشتم، خاله پدرم، تو تهران پارسیشون زندگی میکرد، خدا رحمتش کنه، رفته بار شما شب جمعه است. ایشون خب 6-7 فرزند داشتن، تحصیل کرده. ایشون ولی سواد نداشت، تو تهران پارسی کرد، شوهرش هم زود مرد. ایشون اسرائیل رو دید، چون رو فامیلم هست، صحتش برای من محرزه. نمیخونم حتما میگم شما 100% این رو قبول کنید، ولی برای من محرز شد. من خیلی قصی رو نمیگم، این داستان رو ببخشید. به اسرائیل گفت که فردا بیا. اسرائیل فردا آمد، روز بعد گفت رفت. همه امور تشییع جنازه شو ایشون آماده کرد، حتی غذا، قند، همه چیش قوز کرد، کفن پوشید، رفت و قبل. روز بعد مرد. این بچه های تحصیل کرده که فکر میکردن مثل چون شکلی یکم عوض میخوانه شد زده روانشناسی روانپزشکی چیز داشته، یه ها بیدار شدن، متوجه شدن. حالا ایشون چه صفاتی داشت؟ وقتی رفتگه هم میومد زورها، میگفت به بچه بگو بیا تو نهار بشکده، این صفات رو داشت. سه تا یتیم بزرگ کرد. وقتی مرحوم شد متوجه شدن، به دنیا اعلام نکرده بود. یه نفر ثروتمند میخواست بهش پول بده، حج رو بده، گفت پول رو به اون طرف اون خانواده اونجا بده. اینا مکارم و اخلاقه. و دید سوادم نداشت، نه قیل و قال عرفانی داشت، هیچ عمل. لذا اینا قرآن میخواد ما سیل کنیم. غضوا ابصارکم ترون العجایب، چشمتونو فرو گیرید، عجایب رو میبینید. این عجایب که عجایب هفتگانه جهانی که نیست، ماوراه. الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن. ما باید تو نماز معراج کنیم، تو ماورا باید معراج کرد. این نمازه. اون روایته که اینکه نمازت قبول بشه همه امورت قبول میشه، نمازی که من شما میخونیم که نیست. یک ظاهری حالا فقهی نماز رو حالا درست انجام دادیم، یعنی همچیمون درست میشه. خواهیم بینیم این اصلا اهانت به تفسیر روایاته. یعنی چی؟ یک نماز بیروحه، بدون هیچ توجه، با اوج کوتاهی، بعد همه اعمال دیگه قبول میشه. قطعا این نیست. این نمازه که معراج مؤمنینه. اون نمازو بخونید قطعا همه چیز قبوله. قهرن به این بحث که خب یه میشه بیشتر کنم، مقدمه بحث فرداست که رو لن میخوام صحبت کنم. بذار بیشتر بوده مقدماتی دارم. خب یه ظاهری هست، بطون هم وجود داره. حالا برسیم به کلمات قرآن. هر کلمه تو قرآن شما میبینید به تعداد عوالم وجود، یعنی وجود که وجود مادیه، ما ورا هم عوالمی داره. این تو نیست ما ورا یک عالمه، درجات داره. عالم برزخ که مثالی بهش میگن
صفات مادی هست ولی ماده نیست، ولی قد و قامت و رنگ و اینا هست، ولی مجرده، ولی مجردیش تام نیست. عوالم دیگه هست، مجردش، تجردش، محدودیت هایی که عالم برزخ هم داره نداره، تجردش بیشتر، عوالم زیاده. به تعداد عوالم وجود هر کلمه تو قرآن، هر کلمه تو قرآن هست معنایی داره مطابق به اون عالم. ولی این نقطه مهمیه. مثلا آب تو قرآن کلمه آب بیاد، یه موقع آب مادی مراد هست. خب این آبی که قرآن دیگه کشتن هستن، ولی یه موقع آب معنای ببین عوالم بالاترش چیه؟ اون معانی و حقیقت آب تو عوالم ماورا اون بطون آبه و عینیت داره با این آب پاشتو، اما تو هر عالم به نخره تفاوتی هست مطابق با اون عالم ظهور میکنه. اون آبی که تو عالم ماورا هست همون آب حالا میگم چی هست، وقتی نازل و تنزل پیدا میکنه تو عالم ماده میشه آب آشتو. خب ما باید ببینیم اون آب چیه. اگر ما تمام عمرمون خودمون رو دور کنیم از اون معانی آب، این یعنی اکتفا کردن به ظاهر و هیچ وقت اون ظاهر رو درک نمی کنی حقیقتشو، ولی بدتر شاید ما مسخره کنی ظاهر رو، شاید بی‌اعتنا بشی یا به ظاهر، یا خدا نکرده اصلا منکر ظاهر بشی. آب حقیقتش تو ما برا معرفته، طبق روایات معرفت خدا، معرفتی که آدم رو از کثافات درونیش پاک بکنه. این آبه. حالا بریم تو فقه، یهو فقه میاد، شریعت میاد، دیگه شریعت پلده اول دیگه میاد، آب رو میگه ما قلیل داریم، کور داریم. شما فکر کن بهتون جوان به بچه ها هی قلیل و کر رو یاد بدی، منهای اون معنی بطونی ها خسته میشه جوان که بابا بسته دیگه، چقدر میگی کر، چقدر میگی قلیل، زده میشه. خب این چرا زده میشه؟ یا چون داری به اتفاق میکنی به ظاهر. این موقع هم حق دارن جوان ها، خیلی عقل دارن، نمیشه با عقل که نمیشه آدم آورده. سوال مشهوری بود بابا یعنی چی با؟ یعنی چی عقل؟ یه اون فقه میاد میگه برای نجاست های حالا بعض از نجاست های کنم کم هم با آب قلیل میشه پاک کرد. اون معرفت کم میشه بعضی از قضارات درمون رو از بین برد. قصه آب تو فقه بعد برگشت به قصه نفس. بعضی از کثافات و نجاسات ولی بعد با آب کور شست. معرفت بیشتر میخواد، بیشتر معرفت لازمه تا اون کثافات درونی پاک بشه. ولی اصلا تو لسان فقه میگن کور بعد اینها رو بعد با آب کور باشه، یه چیزایی با قلیل، یه چیزایی با کن. بعد یا میبینیم یه مواظب باش مضاف نشی، مضاف نشو. این موقع یه آبی مخلوط میشه با مایه دیگه، اون اطلاق آب از دست میده. کوچکترین نجاست اگه به آب مضاف بخوره همش نجس میشه. بریم حالا ماورا
مواظب باش مضاف نشی، درونت مضاف نشه، معرفتت مضاف نشه. مضاف بشی با کوچکترین برخورد، با انحرافات، با نجاسات، با غدارات درونی وجودت اصلا نابود میشه. مواظب باش. خب این لسان فقه اکتفا کنی فقط به اون کل و قوی. ثم ماذا؟ هدف چیه؟ این انزل مرتبه است، میخواد این تو بکشه بالا. بگه داستان اینه، داستان نفسه. آقا فقه ما همش همینه. سفر رو دروکت میخونی حکمت هایی داره. بس میخوام حتی چیزی مثل بس وضوع حیز رو بکن. شما فقط اتفاق کنی به اینا، اینا یه حقایق باطنی داره. حتی حیز و تو طریقت مردم میتونه حاکس بشه اگر به اون قدارات باطنی حیز رو دوچار بشه. اینا آدم باید بخونی یا نخونه؟ شریعت خیلی زیباست ولی بالاخره باید با یک لسان ظاهری مادی برای ما اینو بیان میکردن. یه پله اولی باشه ما از این پله شروع کنیم یا نه؟ بعد ببینید خیلی عجیبه، بعضی ها که ادعای عرفان هم داشتن چند سال پیش عجیب بود، اومدن گفتن این آب قلیل و کل اینو بینش کن، اما اندازه که دیگه اون کثافت رو ببره اون کافیه. اینجا ببین طریقت رو از شریعت جدا کردن. آدم های خیلی خوبی هم بودن، هنوز هم هستن البته. بمانگر این آدم هایی که اهل عرفان هم بودن چطور شد اینا تو دام افتادن؟ امام خیلی تو آداب و صلات میگه، اینقدر میگه که آدم وقتی میخونه چرا امام هی داره اینو میگه؟ میگه اون تصوفی که از شریعت جدا میشه مواظب باش، اون کاذبه. بعضی مثلا سفر میکنن دروکت رو نمیخونن، به یعنی چی دروکت؟ چروکت رو میخونن. بعد بگم اینا جاهلن، آدم هایی دار ایمانشون که از منتون بیشتر باشه، تو جهل این حرف رو میزنه. این باطن قضیه رو باید بفهمن. خب پس آدم بعد این باطن گرایی رو سعی کنه حفظ کنه. حالا بعضی ها مثلا وسواس دارن، خیلی مشکله. کسی که وسواس داشته باشه مخصوصا تو مسائل طهارت و نجاسات و اینا، مثلا میبینید یه چیزی رنگی، یه چیزی رو دستش هست، آقا هی برمیره از یک آخو میپرسه، رو بومی میپرسه، زن میزنه. میگه نه باید مطمئن باشم آبه حتما بخوره. حالا شد هزار تا غیبت و آزار و این میکنه، یک سپر مثلا ضد گلوله است که اصلا معرفت نتونه رسوخ کنه تو قلبش به خاطر اعمالش، ولی این فقط گیر کرد و این ظاهر یه مسائل روانی میشه. بله اصلا تو شریعت بله واقعا مسائل روانی زمان اول من گفتی من بگم دارم کنم این موضوع. اینا تو شریعت یک نکته ای هست، اینو به بچه هاتون بگید. تو نماز هست، تو نجاسات طهارت هست. میگن اگر شما به حدی برسی تو سه تا نماز پشت سر هم و چیزهای دیگه هی شک کنی، آقا تو کسی رو شکی. از این به بعد همیشه تو بگو پاکه، همیشه بگو خوندم. ببین چرا شریعت این حرف رو میزنه؟ نمیخواد به این مسائل روحی دوچار بشادن، نمیخواد به وسواس دوچار بشه. راحتش کن، اگر اینو نگی اینا ادامه بدن به این کار وسواسی میشن. حالا وسواسی بشن مشکل دیگه چند برابره.
دیگه نمیشه با صحبت اون رو وسواسش از بین بره. بیشتر افراد باید برن یه نوع داروی برای مدت زیاد بخورن، مدت زیاد کم. اینو مواظب باشید، این فرق میکنه با یه مشکل روانشناسی، حالا اتفاقی یه مصیبتی اینها اتفاق بیفته، اینو میشه جلوشو گرفت. حالا یه نفر اگر اکتفا کنه به این ظاهر و اصلا توجه به باطن نکنه، این به امراض مختلف دچار میشه، چون فکر میکنه همش این ظاهره. خب تمام عمرشم با این ظاهر تمرکز کرد، این مغرور میشه. بعد هی میبینه افراد دیگه میکنن این کار رو یا نه، میگه آقا وجود اینطوری بود، اینت اینطوریه، اونت اونطوریه، فقط به ظاهر. از از اخلاقی هم شاید خیلی آدم ضعیفی باشه، اصلا توجه نکرد اصلا به باطن، هی ایراد میگیره، اینگاه میخواد دین رو تو گلو یه نفر اصلا فرو بره. چرا؟ خب این هم دوچار مشکل شد، چون فقط به ظاهره، محبت ازش دیده نمیشه. این یه قدر و به نخل ثبوت روحی این پیدا میکنه. ببین این داعش و این سلفی ها که الان این کار رو میکنن، اینا نمیدونم این تنها دلیله، ولی تربیتی که نداشتن، یه تربیت ظاهر به ما و ظاهر ظاهر منهای باطن دین بود، اینا رو به این حد رسیدن. این خطرات وجود داره، تو شیعه هم وجود داره، ولی خب تو تشیع ما معمولا باطن رو بیشتر چیز کنیم، تو تسنن هم البته باطن گرایی هست، ولی خب وهابی ها این سلفی ها رو ندارن، این رو خیلی ظاهر گرا هستن و این باعث میشه که اینا مشکلهای زیادی. حالا بریم آداب و صلات که یکی از منابع که من زیاد این چند روز ازش استفاده کردم. بین امام چطوری با یه جمله چی میگه، چی مهمه؟ میگه حالا نمیخوام دوباره بترسم افراد اینجا، ما میخوام باید مهم اینه که آدم یکم جلوتر بره، هدف ترس نیست. میگه خود قدارات باطنیه قدم مکارم و اخلاق، چیزی که تو حلال و حرام نیستم، این دیگه هم تو یک مرتبه بالاتر باطنیه شرعی رو نیست، میگونتم کینه داشتن به سادت اینا. میگه خود قدارات باطنیه موجب حرمان محروم شدن از سعادت و منشأ جهنم اخلاق که به گفته اهل معرفت بالاتر و سوزنده تر است از جهنم اعمال می باشد، و اشاره به این معنا در اخبار اهل بیت عصمت بسیار است. الله اکبر، یعنی چی؟ جهنم اخلاق، بعد یک جهنم اعمال هم داریم، این داستانش چیه؟ بعد جهنم اخلاق طبق عرفا اهل معرفت سوزنده تره، بالاتره. و چی منشأش چیه؟ قدارات باطنیه میسازه اون جهنم اخلاق رو که از جهنم اعمال شدیدتره. این یعنی چی؟ ما یه جهنم اعمال داریم که اگر گناهان فقهی شرعی رو بکنید، اون جهنم قسمت شما میشه. یکی از دوستان اتفاق گفت
بیشتر افراد میرن بهشت. بله میرن، درست گفت. ولی یک کم پاکسازی لازمه قبل از آن. این توریست مستقیم برن. داخل طبق اقتضاعات دین رو خوندیم تون جلسات قبل. اون جهنم اعماله. وقتی گناهان شرعی رو شما انجام دادید، توبه هم نکردید و این قسمت دیده. وقتی مکارم اخلاق رو انجام ندادی، اهل عفو که نیستی، کینم که داری، غیبت و به تون شرعیه، حسادت هم که داری، حسادت اگه بیان نشه، ظاهر نشه، شرعی نیست. وقتی بیان میکنی که من مسئولم، اون حرام میشه. ارتباطت رو با افراد درست نمی کنی، اصلاح نمی کنی. اینا همه اون جهنم اخلاقت رو قسمتت می کنه. اون شرک خفی، اینا همه مصادیق شرک خفی هست. دست خودت هم هست. آقا ببخشید، ببخش، پروفرد کن بهتره. کینه به دل نباشید. اینا جهنم اخلاقت رو درست میکنن برات و این سوزنده تر است از اون جهنم اعمال. پس فرض کن دو تا مثال. یه نفر روزه میگیره، یک روزه ظاهر مخاره، بهشت اعمالت رو بهت میدن چون واجب رو انجام داد. آن اون به شکلی قیبت رو نکره باشی که به با اون حرامی شرعی اونم گنسا بشه. ولی روزه گرفتی، آفرین، بهشتت هم قسمتت هست. بهشتت، بهشتت چی؟ اعمال. چون روزه گرفتن واجبه. به این پس میفرد روزه میگه کینم در طول ماه رمضان پر از کین هست، در حالی که بهشت اعمال رو داره، جهنم اخلاق هم داره. ولذا اون اثرش بیشتره. یکم به تصفیه سازی بشه. اما نگاه کنید داستان حاتم رو. زمان حضرت رسول ایشون مشرک بود. زمان حضرت رسول. برخوردم که زیاد داشت با حضرت رسول. تا آخرم قبول نکرد. مشرک هم مرد، ولی مکارم و اخلاق رو داشت. این مشرک میداد، میبخشید. مردم پرسیدن از حضرت آقای چی میشه؟ چی میشه آقای آدم؟ خب مسلمون که نبود، به این صفات عالیه رو داشت. گفت تو جهنم میره، ولی آتش جهنم بهش نمیخوره. ببین عقاید که نداشت که اینو بهش ببره، ولی تو جهنم آتش بهش صدمه نمیزنه. حالا اینو توضیح میدن تفسیرشون. حتی یه روایت دیگه هم هست از امام باقر علیه السلام، یه مشرک پناهندگی میده به مسلمون، مسلمون فرار میکنه میره دارالکفر، مشرک میاد به این پناهندگی میده. این هم دیگه بحث مبتلا به روزه. امام باقر میگه خدا گفته که به عزت و جمالم قسم که این شخص مشرک میمیره، وقتی میره جهنم نزد آتش بهش بخوره، یک، و روزی به ملائکه میگه روزی بهش برسان. ببین چرا؟ جهنم اعمال رو داشت، ولی اون بهشت اخلاق رو داشت و ثمرش این بود. اما حیف که ما مسلمونیم. ما اینطور اونا حالا کمتر وظیفه داشتن، ولی مسلمان خیلی وظیفش بیشتره.
ما به این راحتی ها نمیتونیم فقط تمرکز کنیم و مقاله محروب و شریعت رو بل کنیم. نقطه ظریفی بود که امام بهش اشاره کرد. خب دو سه صفحه رو از یک کتاب دیگه امام بخونیم و تموم کنیم. و بل جمله بتون داشتن قرآن این است که الفاظ برای معانی عامه وضع شده اند. معانی عامه مثلا مقدمات خوب مثلا آب تو این دنیا خوشته و اون دنیا مثلا معرفت اینطوری تو همه معانی عامه این تو هر عالم طبق اون عالم یک معانی داره کلمات قرآن یک حقیقتی داره برای معانی عامه وضع شده اند و در این حالی که قرآن یک حقیقت است تمام عالم را هر مرتبه آن که باشد شامل است. منتها کسی که از نور فقط این نور را میفهمد، نور ظاهری، او فقط نور سماواتی و الارض فقط نور این نور مثلا میگیره، نور مادی، او فقط قشر قرآن را میداند و آن که سره لفظ و موضوع آن لای آن را دید بطن قرآن را هم می داند. اون که وسعت معنای این نور ماوراش و معناش را درک کرد، این اکتفا نکرد به ظاهر. مراد از بطن این است که گفته شد، نه آنچه صاحب کفایه گفته است که مراد از بطون قرآن لوازم معانی قرآنی است. خب صاحب کفایه شخص بزرگی بود، 350 سال پیش دو تا از کتاب هایی که ما میخوریم تو حوزه، آخرین دوتا آخرین کتاب که میخوریم تو سال 19 کتاب اصوله که اسمش از کفایتی دو جلد است، ده سال تا قبل از درس خارج این آخرین کتابه. خب خیلی شخص بزرگی بود، ایشون میگفت باطن قرآن یعنی معانی لوازم قرآن. خیلی از متکلمین این رو قبول دارن، امام عرفا قبول نداره، بلکه چنان که ما گفتیم مراد از بطون همون معانی عامه است که به نحو حقیقت شامل همه عوالم است. منتها هر کس به اندازه وسع انسانیش نسبت به عوالم معانی عامه قرآن را می فهمد. ما چون قشری بودیم، قشر قرآن برای ما نازل شده است و معنای آن همان است که گفته شد. شاید این که در موقع نزول قرآن از آن به حرف تعبیر کرده اند که ان القرآن نزل علی سبعت احرف، علتش این باشد که ما به بطون قرآن نرسیدیم و هرچه از قرآن میبینیم غیر خدا میبینیم، چون قشر عالم طبیعت هستیم. وقتی اون میگه بنابر هفت حرف قرآن نازل شد، اون هفت شد حرف یعنی هفت بحث، ولی ما به هیچ کدوم نرسیم، فقط قشر قرآن رو میبینیم. و شاید این معنا سبب شده است که حضرت به ابی حنیفه امام صادق علیه السلام فرموده است و ما ورثک الله من کتابه حرفا، تو به ارث نبردی از کتاب خدا، خدا به ارث نداد حتی یک حرفی رو، یعنی یک بحث هم تو به ارث نبردی. امام به ابو حنیفه میگه زیرا نمیشود گفت آنچه ما از الفاظ عربیه میفهمیم ابو حنیفه آن رو نمیفهمید. نمیشه گفت ابو حنیفه ظاهر قرآن رو نمیفهمید، میشه گفت که شما به یک بحث هم نرسید. دل جمله آنچه از قرآن نصیب ماست همون صورت قشر است و ما از دنیا خارج نشده ایم تا ورای دنیای قرآن را ببینیم. گمان مکن که از ما کسی پیدا شود که کارش برای خدا باشد، بهشت هم دنیاست. اینجا دیگه امام دیگه داره فتنه عرفان رو یکم میبره بالا. اینجا میگه تو بهشت هم دنیاست، حالا مشخص میشه یعنی چی. من هی میخوام کمتر صحبت کنم، امام باید میترسم، چون اون کتاب های امام مثل تحقیقات فلسفهش، دعای شرح دعای سحر،
این کتاب رو شما بخونید به راحتی شاید گمراه بشید. خیلی معنیش بالاخره درس خوند. اون کتاب که من میتونم به شما توضیح کنم صحیفه نوره و چهل حدیث و شاید آداب و صلات. شاید آداب و صلات هم بالاخره ظرافتی داره. فکر نکن حالا مهندس هستی، پزشک هستی، مطمئن متخصصین چیزی حالیت میشه هستی. این همش غروره. آدم تواضع داشته باشه. اسلام شناسی بالاخره یه علمه. باید خوند این علوم رو. نمیتونم یه دو سه تا کتاب این علوم رو خوند و حالا من میتونم چیز کنم. حالا من قدم به شما نمیدم و حتی به روحانی ها، به طلبه ها فکر میکنم یه 5-6 سال درس میخونم و برمیگردم. نمیشه اینطوری. علم اخلاق علمه، اصول داره، تکست بوک داره، کتاب های مرجع داره. اینا رو باید با اهلش خوند، با استاد خوند. عرفان هم همینطور، تفسیر هم همینطور، اخلاق همه. لذا اون چیز که من توصیه میکنم صحیفه نوره. آقای قرائتی نه، ایشون هر کتابی از ایشون هست میتونید بخونید. بله اون نامی نیست، از امام خمینی من داشتم گفتم. ولی برای صحیفه نور اونو گمراه نمیشید. اون امام با عوام داره ساده، اما مطالب بالای عرفانی به زبان ساده داره بیان میکنه برای عوام. آره اگر اون دنیا گفتن تقصیر من، اینو قبول میکنم. اگر صحیفه نور رو بخونید من این تقصیر رو با آتا میگیرم، چون یقین دارم صعود میکنید، یقین دارم استفاده هایی میبرید. ببخشید من این من صحبت بدون وقف آدم خون که خوب چیز کنم. ولی خب گمان مکن که از ما کسی پیدا میشود که کارش برای خدا باشد. خودمونو گول نزنیم. بهشت هم دنیاست، مگر بهشت آخرت است؟ ما سوالا دنیا است. هرچه غیر خداست پست و دنی است. میخواد معنای دنیا رو اینجا بگه. تو اون عالم معنای دنیا، این عالم یه معنا داره، اون عوالم هم معنا داره. بهشت هم دنیاست. ولی چه کنیم که مشام ما قابلیت ندارد غیر از این دنیا، آن هم انزل مرتبه دنیا را استشمام کند. ما به هیچ وجه به غیر از این آخرین قش به چیزی نرسیدیم. تو گمان میکنی که شیطان ما همان است که حضرت آدم را از بهشت بیرون کرد؟ ما قابل توجه آن شیطان نیستیم. آن شیطان به بهشت راه داشت که آدم را از آن بیرون کرد. شیطان ما از شیطانهای بسیار انزل است. مگر شیطان بزرگ به ما اعترامی کند؟ اون ابلیس. بلکه اصلا ما شیطان لازم نداریم، چون خود ما شیطان هستیم و یا بدون اقوا دنبال او هستیم. مگر آن حکایت را نشنیده ای که کسی در خواب دید، روایت هم داریم، شیطان مشغول بافتن ریسمان است، ولی برای او ریسمانی درست نکرده و او در بین آن ریسمان ها ریسمانی ندارد. پرسید چطور برای من ریسمانی نیست؟ گفت تو احتیاج به ریسمان نداری، خودت میایی. بلکه میتوان گفت شیطان آن است که انسان را از حق و خدا نگه دارد. این معنای شیطانه. هرچی تو رو از خدا نگه داره، این معنای باطنی شیطانه. معنای ظاهریش یه معنا، باطنیش اینه. هرچی تو رو از خدا فاصله کنه، دور کنه، ولو بهشتم باشه. همه شاغلین از خدا شیطان هستند.
دنیا شیطان است، بهشت هم اگر انسان را از خدا غافل کند شیطان است. محرفه که شریعتا تو کویر 50 صفحه اول داشت، میخواست اینو بگه. شیطان کاری جز اعراض دادن از ذکر الله و لقاء الله ندارد. و گفتیم الفاظ برای معانی عامه وضع شده اند، پس شاغلین از حق و معرضین از او شیطان می باشند. ولی افسوس در اینجاست که ما طوری ضعیف و نفس هستیم که همه چیز، حتی تخیلات، موهومات، آمال و چیزهایی که فنا و زوال پذیرند و در آخرین مرتبه عالم و قشر عالم وجود هستند، برای ما شیطان می باشد و ما از ذکر الله اعراض داده.